شما نمیگین چیزی؟ سلام میکنم خدمت آقای بهبهانی عزیز و همچنین شما شنوندگان و بینندگان تلویزیون خوب میهن. امروز برنامه من رو آقای بهبهانی کاملا به عهده خودم گذاشت که آغازش کنم و به اتمام برسونم. همینطور که قبلا وعده داده بودم، ادامه صحبت‌های خودم رو در جلسات پیشین موکول کرده بودم به امروز و بعد با ذکر برخی از کشورهایی که مسائل زنان به شدت درش مشکل زا هستش میخواستم که صحبت بکنم و بعد به طور کلی به ایران بپردازم. همین امروز در تریبیون زمانه من یک نامه بسیار مفصل و گویا و روشنی از شرایط فعلی ایران و زندانیان سیاسی از خانم منصوره بهکیش خوندم. منصوره بهکیش از بازماندگان کشته شدگان در رژیم گذشته و در این رژیم که 7 خواهر و برادر و وابستگان اونها را از دست داده بود این نامه را نوشته. بسیار نامه شجاعانه ای هستش و من دریغم آمد که این رو برای شما نخونم. نامه بسیار مفصل، من سعی کردم با عذرخواهی از خانم بهکیش کمی اونو کوتاه بکنم و به ویژه چون که فردا روزی است که 19 سال رفتن شاعر بزرگ ایران احمد شاملو هست، قطعه شعر کوتاهی هم که در پایان این نامه اومده اون رو بخونم و همچنین هفته گذشته تولد خانم سیمین بهبهانی بود، بزرگ شاعر ایران و یکی از زنان آزاده و پر جرأت ایرانی که برای حقوق به دست آوردن حقوق زنان همیشه فعال بوده و همیشه پیروز. و 28 مرداد همین ماه هم که سال درگذشت ایشون هست. اگر فرصتی شد شعری هم که من برای خانم بهبهانی سروده بودم در موقعی که حیات داشت اون رو براتون میخونم. حالا بستگی داره به زمان و مدتی که در اختیار من هستش، چون این قرار رو با آقای بهبهانی گذاشته بودم که در آخر هر برنامه یکی از شعرهای خودم رو بخونم و همین دلیل اگر فرصتی بشه شعر خانم بهبهانی رو هم میخونم. من از کشورهای خاورمیانه صحبت کرده بودم، یعنی دامنه صحبتامو میخواستم برسونم به کشورهای خاورمیانه و همچنین کاربردها و راههایی رو که زنان در غرب برای احقاق حقوقشون بعد از این همه سال هنوز دارن فعالیت میکنن جنبش های زنان و به این دلیل که حتی در دموکراتترین و سکولارترین کشورها هنوز برابری 100% بین زن و مرد ایجاد نشده. یکی از نمونه‌هاش که برام خیلی جالب بود، 2 هفته پیش تیم فوتبال زنان آمریکا با آوردن 2 گل در برابر 0 هلند بر هلند پیروز شد، 2-0 پیروز شد و در جام جهانی بین المللی این یکی از وقایع بسیار مهم برای زنان بود. حتی خانم مگان راپینو که کاپیتان این تیم بود برنده کفش طلایی و توپ طلایی شد. اما زنان آمریکایی، زنان فوتبالیست در همین جا دیدن این بهترین فرصتی که اعاده حقوق بکنن، برای اینکه بعد از همه این سالها هنوز حقوقی که زنان در این مسابقات میگیرن از مردان خیلی خیلی کمتر هستش. مثلا در سال 2018 تیم فوتبال مردان آمریکا وقتی که از جام جهانی برگشت مبلغ 400 میلیون دلار
دستمزد گرفت، در حالی که زنان امسال 30 میلیون دلار دستمزد گرفتن. میبینید که چه اختلاف عظیمی بین این دستمزدها هستش. و تازه علت این رو هم اینطور عنوان میکنن که بازی فوتبال زنان جذابیتی نداره، تماشاگر زیادی نداره، بنابراین سودآور هم نیست و ما نمیتونیم دستمزد بیشتری به زنان بدیم. حالا که آمار امسال نشون داد که حدود 1 میلیارد جمعیت داشت برنامه های فوتبال زنان رو تماشا میکرد، به همین دلیل هستش که اینا یک شکایت حقوقی از فدراسیون فوتبال آمریکا به دادگاه ارائه دادند و گفتند که باید حقوق برابر ما بگیریم. و در قبال این که بهشون قول دادن در سال 2030 این حقوق برابر بهشون، معذرت میخوام 2023 یعنی 4 سال دیگه این حقوق برابر داده خواهد شد، اونها یک صدا گفتند که چرا همین الان این اتفاق نیفته، برای چین رو به تعویق میندازین و ما خواهان حقوق برابر هستیم و بهشون قول داده شده که این کار صورت بگیره. نمونه های از این دست که زنانی در کشورهای مترقی، کشورهای سکولار، کشورهای دموکرات هنوز این با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند وجود داره. در هلند این اتفاق افتاد، هفته قبل براتون ذکر کردم که برای استخدام استاد برای دانشگاه ها ترجیح میدن از تبعیض مثبت استفاده کنن. در ابتدا اگر جای خالی هستش زنان رو استخدام کنن، اگر زنان مناسبی برای این شغل پیدا نشد بعدن مردان رو انتخاب بکنن. بعد من در مورد کشورهای غربی که منابعش هم زیاد هستش تقریبا فکر میکنم که به پایان ببرم این بخش رو و بپردازم به زنان و موقعیت اونها در کشورهای خاورمیانه. به خلاف اون چی که مردم به خصوص غربی ها تصور میکنند که زنان خاورمیانه‌ای، زنانی تو سری خورده مرعوب حکومت های اقتدارگرا هستند، اینطور نیست. زنان خاورمیانه حدود 200 است که جنبش های زنان رو داشتن. البته باید توجه بکنیم که اکثر کشورهایی که در خاورمیانه قرار گرفتند تحت سلطه مذهب هستند، کشورهای اسلامی هستند و مذهب در با سیاستشون ادغام شده است و یا اینکه دخالت بسیار زیادی در اون میکنه. کشور ایران بود که مذهب جدا از سیاست بود در زمان رژیم گذشته، که با انقلاب روی کار آمدن این گروه فاسد انقلاب اسلامی متاسفانه مذهب رو جزو ارکان اصلی سیاست قرار دادند و حتی قوانین اساسی ما رو تبدیل به تبعیت از احکام شرعی کردن. اما خواستم بگم به خلاف اون چی که مردم فکر میکنن، زنان خاورمیانه چنان بی دست و پا هم نیستن. با تمام تضییقات، با تمام مشکلاتی که سر راهشون هست، خواهان حقوق برابر هستن. البته بستگی داره به زمان، به نوع حکومت ها و کشورها، دستاوردهای اونها با هم برابر نیستش، یا اینکه مطلقاً برابر با کشورهای غربی نیست. اما در بین کشورهای خاورمیانه دو تا کشور هستند که تقریباً از همتایان خودشون پیشرفته تر هستند و اونها یکی کشور مراکش هست و دیگری کشور تونس. اتفاقاً سیاست های جنبش زنان در مراکش روی جنبش های زنان در ایران هم تاثیرگذار بود و به ویژه برای تشکیل کمپین 1 میلیون امضا زنان ایرانی از زنان مراکش تقلید کردند و بسیار موفق بود. در هر دو کشور تونس و مراکش
هر دو اینها میتونیم بگیم زنان حقوق خودشون رو از زمانی به دست آوردن که از استقلال پیدا کردن از استعمار فرانسوی ها. در تونس در سال 1957 وقتی حبیب بورقیبه رئیس جمهور شد برای اولین بار در کشور تونس، خودش به عنوان یک رئیس جمهور سکولار خوند و تمام کوشش هایی رو که زنان تونسی در تمام این مدت کردن و تحت نظرات و رهبری برخی از بزرگان حتی دینی تونس، این به پای خودش نوشت. مثلا زنان در تونس برای اولین بار از یک نویسنده مصری به اسم عاصم امین پیروی کردند و من دلم میخواد که یک تکه از این نظر قاسم امین رو بخونم که یه شخصیتی مثل میرزا آخون کرمانی بوده که تا وقتی که زنان و مردان معتقد بوده که برابر نباشن، نه زن و نه مرد به خوشبختی و آزادی نمیرسه. دلم میخواد این تیکر رو پیدا کنم و براتون بخونم که متاسفانه پیدا نمی کنم، ولی به هر حال بله اینجا هستش که میگه در هر جایی که مرد از منزلت زن بکاهد و با او مانند برده رفتار کند، منزلت را از خود کاسته و شأن خود و آزادی خود را از دست داده است. و برعکس در سرزمینی که زنان از آزادی خود بهره‌مند هستند، مردان نیز از آزادی کامل خود بهره می‌برند. همون گفته میرزا آقاخان کرمانی از سیاستمداران معروف دوران مشروطه است که میگه هیچ جامعه ای به سرحد کمال نخواهد رسید مگر آنکه زن و مرد در همه شئون با هم برابر باشند. در تونس با اینکه حبیب بورقیبه رئیس جمهور بود، اما حدود 31 سال تونس در این مقام باقی بمونه و یک دیکتاتور بسیار سرکوبگری بود. آزادی هایی به زنان داد، تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کرد و حتی در مقابل احکام شریعت و خیلی علنی ایستاد و با مذهبیون که برای سرکوب زنان اقدام میکردن در افتاد. اما به هر حال نوع حکومتش یک حکومت سکولار دیکتاتوری بود و بعد از اون باز هم زنان از مبارزات خودشون دست نکشیدن. یکی از مهمترین چیزهایی که برای زنان تونس به دست آمد مسئله احوال شخصی، تثبیت قوانین احوال شخصی بود که زنان حق طلاق گرفتن، حجاب اجباری دیگه وجود نداره و حضانت طفل بر عهده زنان هست. مرد نمیتونه چند همسری داشته باشه و همینطوری هم نمیتونه سر خود به دادگاه بره و زنان رو یک طرفه طلاق بده. خب این در کشورهای خاورمیانه یک گام بسیار بزرگی هستش. در مراکش هم تا قبل از این که زنان بتونن به طور قانونی حقوقی رو به دست بیارن، اصلا صحبت کردن از حضانت طفل، صحبت کردن از داشتن حق طلاق یا اینکه برداشتن حجاب، اینا جز تابوها و محرماتی بودند که زنها جرأت صحبت کردن هم دربارش نداشتن. ولی همونطور که گفتم بعد از این که مراکش هم از استعمار فرانسه استقلال پیدا کرد و بیرون آمد، تونست یک قوانین رو به نفع زنها به وجود بیاره. من در جلسه آتی به طور مفصل از جنبش‌های زنان
در ایران که بسیار امر مهمی هست و ما هر کدوممون باید نسبت به اون آگاه و مطلع باشیم، نه تنها جنبش های زنان حالا بلکه از عصر مشروطیت حتی یک کمی عقبتر بر آثاری که زنان نوشتن در مورد آزادی زنان ما باید مداقه و دقت بکنیم و اونها رو بشناسیم، چون اینا یه دستاوردهاییست که نباید در دل تاریخ گم بشن. همیشه ما باید اینها رو زنده نگه داریم، ما باید اونها رو تکرار بکنیم تا این رو باور خود ما بشه، برای اینکه همونطور که فرودست بودن زنان رو، نگاه فرودست به زنان رو نه تنها ادیان تک خدایی و به ویژه ابراهیمی، بلکه در دل تاریخ، همونطور که گفتم در دوران کشاورزی به این سو، این باور به وجود آمد. البته دلایل بسیار مفصلی داره که من دیگه نمیخوام تکرار کنم و نه برم اونها رو مطرح کنم الان، ولی به خاطر اون دلایل زنان که در دوران کشاورزی و جمع‌آوری آذوبه از مقام بالایی برخوردار بودند، محترم بودند، به این خاطر که هنوز نقش مرد در تولید مثل روشن نبود و تمام این دوره رو بهش میگن دوره مادر تباری، بعضی ها به اشتباه میگن مادر سالاری. نه، مطلقاً هیچ وقت زنان سلطه‌گری و سالاری نداشتن. تبار به تبار مادر میرفت، فرزندان به سمت مادری که او رو زاییده بود برده میشد. به همین دلیل دوران مادر تباری هستش و چون گفتم نقش مرد در تولید مثل مشخص بود، تمام خدایان و الهیگانی که اینها داشتند به صورت مجسمه های گلین زنان بودن. از دوران کشاورزی این مقام زن کاسته میشه و بعد به صورت یکی از املاک مرد مثل زمین زیر کشاورزی در میادش. از اون موقع دیگه مرد حق داشته که چند تا همسر داشته باشه، چون که زنها به هر حال در یک دو سنی قدرت باروریشون از دست میدن و مرد میتونسته بره چندین زن دیگه بگیری که از اونها بچه دار بشه که این بچه ها بتونن عصای دستش به اصطلاح باشن، در کار کشاورزی به او کمک بکنن. بنابراین منظورم اینه که این باور قدیمی تاریخ بشری که بعد در دل مذاهب حفظ شد و جنبه الوهیت پیدا کرد، اینها باید عوض بشه و این به خود ما زنان و مردانی که همراه ما هستند یک وظیفه است که با شناخت مشکلاتمون، با شناخت راه‌هایی که میتونیم این مشکلات رو از سر راه برداریم و به این باور برسیم که ما زنان هیچ کمتر از مردان نیستیم، بلکه در بسیاری موارد یک قابلیت‌هایی به عنوان یک مادر بالقوه، حتی ممکنه زنی بچه دارم نشده باشه، اما مادر بالقوه است و زنان با کوشش‌های خودشون در دل تاریخ اصلاً بشریت رو حفظ کردند و تا به امروز آوردند. امروز هم فکر نکنید که مثلا وقتی ما میگم مادر بودن، بعضی یه حالت تمسخر به خودشون میگیرن، یا مثلا بگیم زنانی که در خونه فعالیت میکنن، تمام اینها به تداوم بشریت کمک میکنه و قابل احترام هست، چه زنی که در خانه کار میکنه و چه زنی که در بیرون کار میکنه. ببخشید. بنابراین هدف من از ادامه این برنامه و پرداختن به فعالیت‌ها و جنبش‌های زنان تا به امروز، از گذشته تا به امروز، فقط این هستش که ما با شناخت فعالیت‌هایی که زنان در طول تاریخ کردند، قابلیت‌های خودمون رو بشناسیم. بدون شک کسانی که این همه سال، هزاران سال سرکوب شدند،
و مردان باور داشتند که اونها فرودست ایشان هستند، خود این زنان هم چنین باوری داشتند. خودشون هم خودشون رو کمتر از مردان میدونستن. برای اینکه اگر یه اشتباهی یه زن بکنه بلافاصله میشه رسوایی، در حالی که اگر مردان همون اشتباه رو بکنند هیچ کس به پیشون کار نداره. من یادم در ایران در سالهایی که خیلی جوان بودم، من خیلی جوان تصدیق رانندگی گرفتم و رانندگی میکردم، تعداد زنها خیلی زیاد نبود، ولی به محض اینکه یه زنی اشتباهی میکرد در رانندگی، این دیگه یک واویلایی میشد، تو مطبوعات مینوشتن، مسخره میکردن، جوک میساختن، ولی هیچ کی توجه نمیکرد که تعداد قلیل زنان اگر یکیشون هم یه اشتباه بکنه در مقابل خیلی عظیم مردان که دارن رانندگی میکنه، خب مال اون مشخص داره. بنابراین اینا رو نباید اجازه بدیم که توی ذهن ما رسوخ کنه و باعث بشه که ما خودمون رو کمتر ببینیم. من همطور که از آقای بهبانی هم اجازه گرفتم، حالا میخوام بپردازم به این نامه مفصل خانم منصوره بهکیش، زن شجاعی که در تمام طول سالهای رژیم اسلامی ایران از پا ننشست، تمام فساد و تبهکاری های این رژیم رو افشا کرد، به دنبال دادخواهی از عزیزان از دست دادهش با مادرش که یادش گرامی باشه فوت کردن ایشون چند سال پیش، پشت در دادگاه ها، زندان ها، در کنار مردم، در کنار مادرانی که فرزندان خودشون رو از دست داده بودن ایستادگی کرد. بعد از تظاهرات 88، انقلاب تقلب انتخاباتی احمدی نژاد و اون سرکوب وحشیانه و اون افراد جوانی که یا دستگیر شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، ربوده شدن، حتی سوزانده شدن، کنار این مادران ایستاد و از اونها دلجویی کرد و همراهشون اومد. و وقتی که مادران بعد از انتخابات 88 به خاطر عزیزانشون در پارک لاله در تهران جمع می شدن در غروب هر شنبه، که ما و من و دیگر دوستانمون هم در لس آنجلس هر شنبه می رفتیم به پارکای لس آنجلس و اونجا با یاد مادران خودشون رو نامیده بودن، مادران پارک لاله، و مادران عزادار می آمدن کنار مادران پارک لاله که بالاخره ماموران امنیتی با ضرب و شتم و وقاحت هرچی تمامتر اجازه ندادن که این مادران حتی بر روی سکوها در سکوت بنشینن و با هم همدردی داشته باشن. این نامه که خانم بهکیش نوشته من از تریبیون زمانه برداشتم، با نام روایتی از مقاومت انسانهای عاشق و حقارت جنایتکاران مسلط بر ایران. چگونه میتوان باور کرد حکومتی که ادعای مبارزش با امپریالیسم و اعتراض به ظلم و بیدادگری حکومت‌های جهانخوار گوش جهان و جهانیان را پر کرده است، مسئلهش برقراری عدالت و آزادی و دفاع از حقوق محرومان و ستم دیدگان در ایران و جهان باشد؟ حکومتی که بر مردم کشور خود چنین ظلم روا می دارد و ستمگری را بر مبنای مذهب و تحمیق سازی مردم نهادینه و قانونی کرده، نمی تواند مسئلهش دفاع از حقوق ستم دیدگان در برابر ستمگران باشد. اگر با خوشبینانه ترین نگاه به عمل کرده مسئولان حکومت اسلامی بنگریم، هیچ نقطه روشنی در گذر این 40 سال برای انسانی تر شدن زندگی مردم نمی بینیم. به هر سو می نگریم فساد است و تباهی، جنایت است و حبس و شکنجه، جنگ است و ناامنی، آزادی کشی است،
و بی‌عدالتی و نابرابری، تجاوز است و تبعیض، افزایش بی‌رویه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است و سرکوب بیشتر، افزایش بی‌رویه زندان هاست و بازداشت و حصف فیزیکی و روانی مخالفان، افزایش بی‌رویه فرار جوانان یا معترضان از کشور است و محروم سازی جامعه از نیروهای توانمند، افزایش رویه بیماری است و مرگ و میر، گسترش فقر است و بیخانمانی، گسترش تبلیغ خرافه است و تحمیق سازی، گسترش محرومیت است و تحقیر مردم، افزایش بی‌رویه تورم است و گسترش بیکاری، کوخ نشین کردن مردم است و کاخ نشین کردن وابستگان به قدرت، نمایش برج سازی است و پنهان کردن فقر مردم، افزایش بی‌رویه قاچاق است و راندخاری، نابود کردن تولید ملی است و وابسته کردن کشور، بی ارزش کردن پول ملی است و از بین بردن منابع و دارایی‌های مردم، دلال پروری است و فساد اخلاق، گسترش بی‌رویه دروغگویی است و شعار و استفاده ابزاری از مردم به وقیحانه ترین شکلش. از روزی که جمهوری اسلامی ایران بر مبارزات مردمی که برای پایان دادن به دیکتاتوری شاه به خیابان‌ها آمده بودند سوار شد، این روند گسترده تباهی و سیاهی و سرکوب و خشونت و کشتار سازمان یافته و آزادی کشی و بی‌عدالتی و تبعیض و نابرابری پیاپی ادامه داشته است و تمامی جناح‌های سهیم در قدرت در سرکوب مبارزات مستقل تمامی ایرانیان شریف و آزاده و سقوط زندگی مردم به مرز نابودی متحدانه عمل کرده و نقش داشتند و بی تردید روزی باید در دادگاه‌های عادلانه و علنی پاسخگوی تمامی این بی‌عدالتی ها باشند تا بتوانیم جلوی تکرار جنایت و بی‌عدالتی را بگیریم. تنها با ذکر چند نمونه از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران میتوان این شرایط به شدت اسفبار را و آنهایی که هنوز متوهم هستند و گمان می‌کنند که این حکومت در حال مبارزه با ظلم و بیداد است را نشان داد. بازگویی این شرایط و زخم‌های وارده بر زندانیان و خانواده‌هایشان بسیار سخت و دردناک است و من که سال‌ها تمام این شرایط را با پوست و استخوان خود لمس کرده‌ام، همراه آنها درد می‌کشم و می‌دانم که این شرایط هم برای زندانی و هم برای وابستگان او دنیایی درد و شکنجه به همراه دارد. برای کسانی که همکنون به این برنامه پیوستند، به تماشای این برنامه آمدند، ذکر میکنم که من دارم نامه از خانم منصوری بهکیش که همین امروز در سایت زمانه منتشر شده بود رو درباره فساد و تبهکاری رژیم اسلامی ایران میخونم و به ویژه به این خاطر که ایشون یاد کرده از زندانیان فعلی ایران، حالا به خیلی زندانیانی که سالهاست در زندان ها هستند کاری نداره، به این جوانانی که امروز در زندان ها هستند و از نظر شرایط جسمانیشون بسیار وخیم هست، من مجبور شدم برخی از این گزارش رو کوتاه کنم و که بتونم به همه اونها برسم. اسامی رو ذکر کردن: آرش صادقی،
زندانی سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی بارها بازداشت شده است. او بارها در زندان و در اعتراض به بازداشت و اذیت و آزارهای مکرر همسرش گلرخ ابراهیمی و دیگر زندانیان اعتصاب قضاهای طولانی کرده است. او به خاطر همین اعتصاب ها دچار بیماری های گوناگون شد. یک غده سرطانی در دست راستش در آمد. او رو به بیمارستان بردند. پس از جراحی او باید برای کیموتراپی در بیمارستان میموند. ولی اونها مخالفت کردند و او رو به زندان برگردوندن. الان دست راستش به شدت ورم کرده و تقریبا کار نمی کنه دستش. دوم، گلرخ ابراهیمی، آن نازنین زن شجاع که به خاطر نوشتن داستانی منتشر نشده درباره سنگسار به حکمی ناعادلانه محکوم شد و او را در سوم آبان 1395 به بند کشیدند. گلرخ ابراهیمی نیز محکم بر عقیده خود ایستاده است، حتی اگر دوباره او را برای سالها زندانی کنند. سوم، آتنا دائمی، زندانی سیاسی و فعال حقوق کودکان، آن شجاع زن ایستاده است و با اذیت و آزار و شکنجه های بسیار او و خانواده اش مقاومت می کند. همکنون او در زندان اوین به 5 سال محکومیت ناعادلانه محکوم شده است. او مقاوم و استوار بر عقیده خود در اعتراض به آزادی کشی های حکومت و برای ساختن دنیای انسانی ایستاده است. چهارم، مریم محمدی، فعال حقوق زنان و کودکان که در منزل مسکونی خودش با یورش ماموران امنیتی در شهر گرمسار بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد. مادر مریم محمدی در گفتگوی رادیویی گفته او کاری نکرده است. او زنان و کارگران بی سواد را درس می داد. آیا سواد آموزی جرم است؟ پنجم، سهیل عربی، عکاس و وبلاگ نویس که در آبان سال 92 بازداشت شد. او را ابتدا به اتهام توهین به پیامبر و مقدسات به اعدام محکوم کردند، اما در دادگاه تجدید نظر به 7 سال زندان محکوم شد. او نیز در اثر ضرب و شتم دچار مشکل جسمی شده است، ولی او را برای درمان به بیمارستان نمی فرستند. ششم، اسماعیل بخشی، نماینده شجاع کارگران نیشکر هفت تپه، در 27 آبان 1397 در 14 روز اعتصاب کارگران هفت تپه بازداشت شد. سپیده قلیان، فعال اجتماعی و خبرنگاری که برای تهیه خبر اعتصاب کارگران هفت تپه رفته بود، نیز در همان روز به همراه اسماعیل بخشی در اهواز بازداشت شد. حکومت آنها را مجبور کرد تا در اعترافات تلویزیونی فعالیت‌های خود را محکوم کنند، اما پس از آنکه از زندان آزاد شدند شجاعانه اعلام کردند که تمام آن اعترافات زیر شکنجه بوده و بر عقاید قبلی خودشون استوار ایستادند. ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فرد از اعضای نشریه گام در ایران هستند که در حمایت از حقوق کارگران نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی ملی اهواز مطلب می نوشتند و خبرهای کارگری را به اطلاع مردم می رساندند. یکی دیگر از اعضای نشریه گام در ایران امیر امیرقلی است که او نیز در زندان و زیر شکنجه است. ندا ناجی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری،
در روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1398 بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر میبرند. خانواده های آنها نیز زیر فشار و شکنجه روحی و جسمی قرار دارند. محمد حبیبی، معلمی شجاع و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، برای 7.5 سال حبس محکوم شده است. محمد حبیبی به همراه بسیاری از معلمان معترض در سراسر کشور نسبت به کالایی شدن آموزش در ایران اعتراض داشت و خواهان آموزش رایگان و همچنین بهبود وضع معیشتی معلمان هست. محمد حبیبی علی‌رغم اینکه مدتی است از تومور استخوانی ناحیه ساعد دست چپ رنج میبرد و این تومور در زندان بزرگتر شده است، از روحیه محکمی برخوردار است. دهم، حتی وکلای دادگستری و حقوقدانهای مدافع حقوق بشر در ایران از شر این جنایتکاران در امان نیستند و به دلیل وکالت پرونده های زندانیان سیاسی و حمایت از موکلانشان به حکم های سنگین محکوم می شوند. آخرین نمونه امیر سالار داوودی، یکی از این وکلای آزاده و شجاع است. بالاترین اتهام او تشکیل تلگرام، کانال تلگرامی بدون روتوش است که برای این اتهام به 15 سال حبس محکوم شده است. او وکیل زندانیانی چون زینب جلالیان، سهیل عربی و شماری از بهاییان بوده است. پیش از آن نیز نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در تاریخ 1397 بازداشت شد. گفته می شود که او را در رابطه با حکم غیابی او به 5 سال زندان بازداشت کرده بودند و حالا به 33 سال زندان و 138 ضربه شلاق محکوم شده است. از 7 مورد اتهامی او در پرونده جدید، بالاترین اتهام او تشویق به فساد و فحشا در رابطه با پیگیری پرونده دختران خیابان انقلاب است که به 12 سال زندان محکوم شده است و گفته می شود این محکومیت قابل اجراست. ببخشید. من دارم گزارش خانم منصوری بهکیش از مادران عزادار و از خانواده هایی که چندین و چند تن از افراد شجاع خانوادش رو از دست داده و تمام این سالها پیگیر مسائل زندانیان ایران بوده، این مطلب رو میخونم. 11 نرگس محمدی، روزنامه‌نگاری شجاع و فعال حقوق بشر که در زندان هم سکوت اختیار نمی کند. نرگس در دوران زندان با فرزندانش ملاقاتی نداشت. حالا که آنها به خارج رفتند، اجازه ندارد که با فرزندانش تلفنی صحبت کند، تا اینکه او مجبور به اعتصاب قضا شد و توانست با فرزندانش خوشبختانه در خارج از کشور حرف بزند. نرگس محمدی برای عمل جراحی هیستروکتومی، خارج کردن رحم، در اردیبهشت 1398 به بیمارستان منتقل شد و سپس او را بلافاصله با همان وضع به زندان بازگرداندند. 12 نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدار خانواده‌اش به ایران آمده بود و در 15 فروردین 1395 هنگام خروج از کشور بازداشت شد. او به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. به گفته همسر نازنین به جرایم جدیدی هم متهم شده است.
او در 15 خرداد ماه همین سال دست به اعتصاب غذا زد به خاطر این زندانی کردنش و همسرش نیز در لندن جلوی سفارت جمهوری اسلامی بست نشست و دست به اعتصاب غذا زد. نازنین زاغری پس از 15 روز به دلیل وخامت حالش به اعتصاب غذا پایان داد و گفته شده است که وی را به بخش روانپزشکی بیمارستان خمینی تهران منتقل کردند. ببینید چه به سر این زندانی ها میارن. 13 منیره عربشاهی، فعال مدنی که با حجاب اجباری مخالف است، در 22 فروردین 1398 که برای پیگیری دخترش یاسمین آریایی به وزرا رفته بود بازداشت شد و وی را به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. یاسمین آریایی فعال مدنی و بازیگر تئاتر نیز در 21 فروردین در منزل بازداشت شد و در 30 فروردین او را نیز به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. منیره عربشاهی دیروز در نامه ای از زندان قرچک ورامین نوشته است: لذا صدای اعتراضم را که توسط زندانبانان و مسئولان زندان شنیده نشده بلندتر می کنم و اعلام می دارم غیر از آن که بیدلیل به بند کشیده شدم، غیر از آن که جان من از تهدیدهای روزهای اخیر در خطر است، علاوه بر آن که از بسیاری از حقوق اولیه زیستی و معیشتی محروم مانده ایم، شاهد مرگ خاموش زنان بسیاری هستیم که به جهت کوتاهی کارمندانی که موظف به انجام مسئولیت نشدند با خطرات بسیاری مواجهیم. در ادامه منصوره بهکیش در نامه خودش میگه، همطور که گفتم من مجبور شدم که یه مقداری از این نامه رو بزنم. همه میتونین به سایت زمانه مراجعه کنید و نامه رو به طور کامل بخونید. در ادامه میگه: من به عنوان یکی از مادران و خانواده های خاوران و یکی از اعضای مادران پارک لاله ایران از تمامی انسان‌های مبارز و آزادی‌خواه ایرانی و تمامی نهادها و سازمان‌های مستقل ایرانی داخل و خارج از کشور ایران می‌خواهیم که راهی جدی و عملی برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران بیابیم و اجازه ندیم که این انسان‌های عاشق را این چنین به بند بکشند و زیر شکنجه‌های وحشیانه بکشند. شاید غیر از حمایت‌های مدام همگی ما از فعالان سیاسی و افشاگری‌های مختلف ما علیه بیدادگری‌های حکومت، لازم باشد که به دنبال راه‌های عملی‌تر و سریع‌تر نیز باشیم. راهی که بتوانیم هم به حکومت ایران و هم به سازمان ملل فشار بیاوریم تا گزارشگر ویژه حقوق بشر یا صلیب سرخ بین المللی را برای بازدید از زندانهای ایران بفرستیم. همان گونه که در سال 1356 حکومت پهلوی ناچار شد که با بازدیدهای صلیب سرخ بین المللی و بررسی وضعیت زندانهای ایران موافقت کند و پس از آن وضعیت زندانها و زندانیان سیاسی کمی بهتر شد و در سال 1357 نیز تمامی زندانیان سیاسی روی دستهای مردم از زندان آزاد شدند، ولی دریغ که آزادی دیری نپایید. در پایان یاد شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو را گرامی می‌داریم و امید دارم که فردا مراسم 19 سال رفتن این انسان عاشق در امامزاده طاهر کرج بدون بند و بست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی چونان که شایسته اوست برگزار شود. چند خطی از شعر او
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ کجا دیواری فروخته فرو ریخت هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است. خیلی متشکرم از حوصلتون و از اینکه به این برنامه توجه کردید و خوشحالم که نامه خانم منصوره بهکیش رو که در شرح مفصلی است از شرایط ناگوار زندانیان سیاسی ایران و همچنین خانواده های زندانی و همچنین شرایط کلی کشور ایران رو براتون خوندم و امید دارم به آزادی کشورمون، مردمان کشورمون، باز شدن درهای زندانها و آزادی برای همه آزادی خواهان و کسانی که برای این آزادی کوشش میکنن. با تشکر از آقای سعید بهبهانی و تلویزیون میهن با همه شما خداحافظی میکنم.